دو سفر به کانادا سازمان بین المللی مهاجرت جزئیات سفر را در اختیار شما میگذارد. این یک امر عادی است که شما تا چند روز قبل از ترک کشورتان در مورد سفر معلومات نمیداشته باشید. سفر به طرف کانادا خیلی طولانی و خسته کننده خواهد بود. معمولا سفرها چندین ساعت یا حتی چندین روز را رو در بر می گیرند. طرز عمل های مختلف وجود دارد تا در میدان های هوایی رعایت شوند امکان دارد که شما این مراحل را بیشتر از یک بار خصوصا وقتی که چند پرواز داشته باشید سپری نمایید مرحله یک رفتن به میدان هوایی مرحله دو دریافت بسته یا خریده سازمان بین المللی مهاجرت مانند این بسته این بسته یا خریده را در جریان سفر نمایان و مسئول نگهداری کنید. مرحله 3 به نمایندگی شرکت هوایی بروید و در مورد پرواز خیش معلومات اخذ کنید. کارمندان شرکت هوایی بوردینگ پاس و برچسب ثبت و راج سر بکس هایتان را برایتان تان می دهند. بکس های خیش را بالای ترازو بگذارید تا وزن شود و برچسب بر آنها زده شود. بکس هایتان بعد از وزن توسط کارمندان شرکت هوایی تسلیم آنها شده و به محل مخصوص تیاره انتقال داده خواهد شد. تنها بکس دستی و وسایل شخصیتان را با خود داشته باشید. در میدان هوایی، در تیاره یا در وقت ترانزیت خیلی مهم است تا با فامیلتان یکجا باشید و مواظب اطفالتان باشید. مرحله چار عبور از دروازه امنیتی میدان هوایی این موضوع بستگی به میدان هوایی دارد که لازم است تا هنگام ورود از محلات امنیتی و یا بعد از چک و تلاشی از آنجا عبور نمایید. شما و بکس باید از ماشین اسکنر بگذارید. هدایات مسئولین امنیتی را که بکس و بدن شما را به خاطر اجناس خطرناک جستجو می کنند تعقیب نمایید. مسئول امنیتی شاید بدن شما را به خاطر اجناس خطرناک لمس نماید. مرحله 5 تکمیل پروسه خروجی این مرحله شامل چک و بررسی اسنادتان توسط افسر دولتی در هنگام خروج از یک کشور می شود. مرحله 6 داخل تیاره شوید. تکت خیش را چک کنید تا دروازه ورودیتان به تیاره معلوم شود. در نزدیکی این دروازه منتظر می مانید تا اینکه داخل تیاره شوید. در صورت کدام تغییرات یا تعویق پرواز به اعلانات مربوط به دقت گوش دهید. مرحله هفت از پروازتان لذت ببرید. معمولا پرواز امکان دارد چندین ساعت یا حتی چند روز را در بر بگیرد. در جریان پرواز می توانید کارهای زل را انجام دهید. و اعلانات تبلیغاتی پرواز گوش دهید. غذا بخورید یا نوشابه بنوشید. اطفال را در چوکی هایشان مصروف و آرام نگه دارید. در صورت ضرورت از ادویه استفاده کنید. با آواز آرام با مسافرین دیگر صحبت کنید. از تشناب استفاده کنید. و خواب یا استراحت نمایید. هدایات خدمه پرواز را تعقیب نمایید. باید کمربند چوکی را در هنگام پرواز نشست و وقتی که علامه کمربند روشن باشد بسن نمایید. لطفاً به خاطر داشته باشید که گرفتن وسایل امنی مانند جاکت های نجات از تیاره غیر قانونی می باشد. مرحله هشت شاید از کشوری که زندگی می نمایید به کانادا پرواز مستقیم نباشد و لازم است تا جهت رسیدن به هدف نهاییتان بیشتر از یک پرواز داشته باشد. کارمندان عملیاتی سازمان بین المللی مهاجرت یا مامورین موظف آن شما را در پروسه ترانزیت کمک خواهند کرد. مرحله نو ورود به کانادا مرحله ده دریافت کمک در میدان هوایی بخش خدمات پذیرش میدان هوایی کانادا در کارهای امور مهاجرت و گمرکات و نیز سفر به آدرس نهاییتان شما را کمک خواهد کرد کوشش کنید که همه بکس ها و اسناد خیش را در همه وقت با خود داشته باشید بکس سازمان بین مهاجرت را نمایان بگذارید تا مردم بتوانند شما را به خوبی شناسایی کنند. مرحله 11 تکمیل ورودی هنگام ورود به کانادا لازم است تا یک مصاحبه کوتاه را با مامور مسئول مهاجرت در میدان هوایی سپری کنید. بعدا از شما خواسته خواهد شد که بعضی از اسناد را امضا کنید. اسناد را که در هنگام ورود به کانادا دریافت می نمایید خیلی مهمند. باید آنها را مسئول نگه دارید. وقتی که این پروسه تکمیل شد شما ساکن دائمی با حق زندگی در کانادا خواهید شد بکس های خیچ را از بالای تسمه متحرک بردارید اطمینان حاصل کنید که از خودتان باشد برای شما در سفر به کانادا موفقیت آرزو میکنیم